هر گونه اقدامی علیه مردم ایران قطعا پاسخ کوبنده خودش رو خواهد داشت. بررسی امکان حمله به تاسیسات اتمی ایران در کاخ سفید. نیویورک تایمز میگوید مشاوران ترامپ او را منصرف کردند. اما این تر از کجا آمد و آیا خطر جنگ در روزهای باقی مانده از دولت آقای ترامپ وجود دارد؟ این سوال 60 دقیقه امشب است. از یک مأمور سابق CIA در عراق که حالا تحلیلگری نظامی است میپرسیم طرح ترامپ چه چیزی به ما میگوید؟ و یک تحلیلگر و نویسنده کتابی در مورد رویارویی ایران و آمریکا به ما از هفته‌های آخر ترامپ و سال‌های پیش روی بایدن خواهد گفت. همچنین در برنامه امشب تعطیلی دو هفته‌ای به امید کاهش قربانیان کرونا در ایران. وزیر بهداشت میگوید اگر مردم رعایت نکنند آمار جان باختگان 4 رقمی خواهد شد. محدودیت‌های جدید کرونا، کوچه‌ها خالی، کرکره‌ها پایین و بساط‌ها جمع. کارگر و کاسب می‌پرسند چه کسی قرار است نان بر سر سفره‌هایشان بیاورد. در کسی نگم بگم چی بچه‌م تو کمد قایمش کردم، نگم بچه‌م کشتنه. در نامه گزارش‌های ویژه بی بی سی فارسی به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان، روایت مادر یکی از کشته شدگان را می‌شنوید. و نسرین، مستندی از زندگی وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، تهیه کننده و کارگردان فیلم از نحوه ساختش میگوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش کرده که دونالد ترامپ هفته پیش امکان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را بررسی کرده و از مشاورانش درباره سناریوهای مختلف و پیامدهای احتمالی پرسیده، اما در نهایت منصرف شده. در این گزارش آمده که چند مشاور و مقام ارشد دولت به او هشدار دادند که این کار میتواند باعث درگیری نظامی گسترده‌ای در هفته‌های پایانی دولتش شود. در این گزارش همینطور آمده که هدف حمله مورد نظر آقای ترامپ تاسیسات نتنز بوده، جایی که هفته پیش سازمان ملل متحد اعلام کرد ایران توانسته ذخایر اورانیوم غنی شدهش را به 12 برابر حد اکثر ذخیره مجاز در برجام برساند. اما چرا دونالد ترامپ در حالی که کشورش هنوز درگیر مسئله انتخابات است و خود او هنوز پیگیر نتایج به ایران و حمله به تاسیسات هسته‌ای آن فکر کرده؟ از آنجا که او تا 2 ماه دیگر در قدرت است، آیا ممکن است که باز هم به این موضوع برگردد؟ به این سوال ها میپردازیم. اول گزارشی از سام فرزانه. دونالد ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوریش به فکر یک قدرت نمایی تازه است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های کشور درباره حمله به ایران مشورت کرده است. جلسه مشورتی با حضور معاون رئیس جمهوری، وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک در روز پنجشنبه برگزار شده بود. یک روز پس از آن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرد که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران 12 برابر حدی است که در برجام توافق شده بود. توافقی که در سال 2015 بین ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد و در سال 2018 دونالد ترامپ آمریکا را از آن خارج کرد. آقای ترامپ از آن پس با سیاست فشار حداکثری سعی کرد که ایران را وادار به مذاکره مجدد کند. Our policy is based on a clear-eyed assessment. سیاست ما بر اساس ارزشیابی با چشمان باز از دیکتاتوری ایران و حمایتش از تروریست و ادامه سیاست‌های تهاجمیش در خاورمیانه و جهان. And all around the world. ایران اما حاضر نشد که زیر فشار اقتصادی و در حالی که از مفاد قرارداد تخطی نکرده دوباره با آمریکا وارد مذاکره شود. اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه، بعد از آمریکا ایران هم تصمیم گرفت که از تعهدات خود در برجام شانه خالی کند، تصمیمی که حالا به نظر میرسد رئیس جمهوری آمریکا را به واکنش واداشته است. آقای ترامپ به دنبال حمله به تاسیسات هسته‌ای نتنز بود، تصمیمی که مشاورانش به او هشدار دادند منجر به بالا گرفتن درگیری در منطقه خواهد شد. نیویورک تایمز گزارش کرده که مشاوران در حالی کاخ سفید را ترک کردند که به نظر می‌رسید آقای ترامپ نظرش از حمله نظامی برگشته بود. اما ناظران میگویند رئیس جمهوری که به تصمیم‌های ناگهانی شهرت دارد ممکن است بار دیگر بخواهد در روزهای باقی مانده تا پایان دوره‌اش درباره اقدام نظامی علیه ایران پرسجو کند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن.
مایکل پریجنت، مامور سابق اطلاعاتی آمریکا و پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل نظامی سیاسی در مؤسسه هاتسون از واشنگتن دی سی با ماست. آقای پریجنت، خوش اومدید به برنامه. می‌دونیم که آقای ترامپ کماکان درگیر نتیجه انتخابات، دست کم از توییت‌های آقای ترامپ اینطور برمیاد. چرا در این شرایط او اصلا به ایران فکر کرده و این جلسه رو تشکیل داده؟ Well, if the president changes out with president or president-elect اگر پرزیدنت اوباما جای خودش رو با پرزیدنت بایدن یا رئیس جمهور منتخب بعدی بایدن عوض کنه، آقای ترامپ میخواد اطمینان حاصل کنه که تحریم‌ها در مورد ایران و گزینه‌های نظامی که در مورد ایران داریم یک موقعیت خوبی به بایدن بده تا به اصطلاح اهرم خوبی، قابلیت فشار خوبی داشته باشه که بتونه روی ایران اعمال کنه. ضمن اینکه خب هنوز یک دو ماهی باقی مونده به اینکه ترامپ قدرت رو ترک کنه، بنابراین حالا صرف نظر از اینکه نتیجه دعواهای حقوقی انتخابات به کجا میرسه، پرزیدنت ترامپ در این دو ماه وقت داره که به گزینه‌های از جمله نظامی نگاه کنه تا بتونه که برنامه غیر مشروع و غیر مجاز نظامی ایران رو به عقب ببره، همینطور نیروهای شبه نظامی ایران که منافع آمریکا و ثبات امنیت عراق رو به خطر میندازن، اونها رو هم باشون برخورد کنه. بنابراین این گزینه‌ها رو داره که بهشون نگاه کنه. اشاره کردید به اینکه موقعیت خوبی به آقای بایدن بخواد بده که دولتش رو شروع کنه. اگر می‌خواست این کارو بکنه، چرا از اول اصلا از برجام آقای ترامپ خارج شد؟ با توجه به اینکه الان وقتی به موقعیت ایران نگاه می‌کنیم، ایران هم داره نفتش رو می‌فروشه، هم ذخایر اورانیومش رو بیشتر کرده، هم درصد غنی سازیش رو بیشتر کرده. Well, leaving the JCPOA gave ترک کردن برجام یک اهرم خوبی به دولت ترامپ داد و میتونه همین اهرم رو هم به دولت بعدی بایدن بده. دولت ایران، رژیم ایران به طرز بی سابقه ای دچار مشکل شده، حتی در مقایسه با سال 2012. بله، ایران داره نفتش رو صادر میکنه، اما به صورت غیرقانونی داره انجام میده و تحریم های ثانویه ایالات متحده است در مورد کشورهایی که این نفت رو بخوان بخرن. بنابراین همه این مسائل یک اهرم قدرتی به دولت آینده بایدن میده اگر بخواد که با ایران برخورد کنه. اگر ما همچنان در برجام باقی مونده بودیم، باز باید با ایران دوباره مذاکره میکردیم، چون بسیار از مفاد اون توافق مثل بحث صادرات اسلحه منقضی میشد یا منقضی شده. بنابراین میبینیم که رفتار ایران، رفتار جمهوری اسلامی، متعادل یا میانه رو نشده. در نهایت ما همین روزهای اخیر دیدیم که اینها یک فراری رد بالای القاعده رو در کشور خودشون پناه داده بودند. بنابراین رفتار ایران به هیچ وجه معتدل نشده و تحریمایی که دولت ترامپ وضع کرده به دولت ترامپ این اهرم و این قدرت رو میده و به دولت بایدن هم این رو خواهد داد که در مورد ایران اعمال کنه. اگر بخوایم به سرمایه سیاسی بایدن نگاه کنیم، که اشتهایی برای سازش با ایران و امتیاز دادن با ایران نخواهد بود، مگر اینکه قبلش رفتار منطقه ایران، بحث موشک‌های بالستیک ایران و همه اینها رو بهش بپردازن و حل کنن. اشاره کردید به این اشتهایی که برای همکاری با ایران هست و اینها، ولی می‌بینیم که وقتی که بحث همکاری کشورهای اروپایی مثلا با آمریکا در قبال ایران مطرح میشه، دیگه همکاری در میان نیست. یعنی کماکان موضعی گرفته شده این که دونالد ترامپ یک طرفه خارج شده از برجام و این موضع داره ادامه میده و کشورهای دیگه هم همراه نیستن با آمریکا. Well, President Macron tried to save the Iran deal. President Macron تلاش کرد که توافق هسته‌ای با ایران رو نجات بده. تلاش کرد که از طریق ملاقاتش با ظریف روحانی بحث موشک‌های بالستیک رو وارد توافق بکنه و اونها رد کردن. بنابراین اگر ایران به پرزیدنت ترامپ هم گفتن اگر شما ایرانی‌ها حاضر بشن که بحث موشک‌های بالستیک رو وارد این توافق بکنن، آیا شما داخل برجام میمونید؟ و پرزیدنت ترامپ گفت ببینیم چی میشه. بنابراین موضع ترامپ مثل موضع مکرونه، میخواد که بحث موشک‌های بالستیک، بحث رفتار منطقه ایران، اینها بررسی بشه.
وقتی که همه طرف‌های اروپایی و غیر اروپایی در سال 2015 وارد این توافق هسته‌ای شدن، اونا فکر کردن که با باز کردن اقتصاد ایران، ایران رفتارش معتدل‌تر میشه، رفتارش میانه‌روتر میشه، برخوردهای رفتار مخرب سپاه پاسداران در منطقه تخفیف داده میشه، ملایم‌تر میشه، محدودتر میشه. ولی خب می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و الان رفتن به سمت چینی‌ها و الان چینی‌ها می‌خوان که 400 میلیارد دلار در ظرف 25 سال به ایران بدن تا اینکه زیر ساخت ایران رو بسازن و بیان مثلا برج های نسل پنجم یا 5G برای ایران بسازن و نه با نیروی کار ایرانی، نه با نیروی کار مردم ایرانی که در این مسائل در این پروژه به اشتغال میرسن. بنابراین همه اینها به نفع چین هست، نه به نفع ایران. بنابراین در نهایت دولت بایدن، باز اگر بایدن واقعا در کاخ سفید رئیس جمهور بشه در سال 2021، این به او اهرم میده، برای اینکه چین اولویت اول او خواهد بود و بعد سیاست داخلی آمریکا خواهد بود و اولویت سوم او شاید ایران باشه. این دولت بایدن دولت اوباما نخواهد بود، برای اینکه بایدن اون سرمایه سیاسی اوباما رو نخواهد داشت و اون اشتیاق اوباما برای وارد شدن به توافق با ایران رو نخواهد داشت. بنابراین در درجه اول اولویتش با چین خواهد بود، چون همه نگران چین هستند. بعد بحث روسیه هست، بحث گرمایش جهانی هست، بحث تروریسم هست، بحث کره شمالی هست و بعدش میرسیم به ایران. بنابراین بگم این، باز بگم این دولت اوباما نخواهد بود و خب فشاری از جانب سناتورهای دموکرات نخواهیم داشت که دولت دموکرات وارد یک توافق با ایران بشه، برای اینکه همه دیدن که ایران در گذشته ورود به توافق با اونها رفتار اونها رو اصلاح نکرده و بحث موشک‌های بالستیک رو هم ادامه داد. آقای پریجنت، این میدونیم که آقای ترامپ آدم قابل غیر قابل پیش بینی هست. میدونیم که وقتی که مسئله ترور قاسم سلیمانی مطرح بود، مشاورانش گفته بودن که این کارو نکنه، ولی نهایتا آمریکا این کارو کرد. چقدر احتمال داره که آمریکا باز هم به این مسئله برگرده؟ کوتاه لطفا. فقط وزارت دفاع آمریکا بود که با کشتن قاسم سلیمانی مخالفت کرد. CIA، وزارت خارجه یا شورای امنیت ملی مخالفت نکرده بودند. من فکر می‌کنم که پرزیدنت ترامپ کاملا این حق رو داره که علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اقدام کنه و فکر می‌کنم که احتمالاً مردم ایران از این قضیه استقبال خواهد کرد. این یک حمله علیه ایران و مردم ایران نیست. این حمله علیه رژیم ایران خواهد بود، برای اینکه ایرانی‌ها از طریق رفتار شبه نظامیانشون در داخل عراق و بقیه فعالیت‌های منطقه‌ایشون امنیت آمریکا رو به خطر انداختن. ممنونم از شما مایکل پریجن، مامور سابق اطلاعاتی آمریکا از واشنگتن با ما. ممنونم. ایران در واکنش به گزارش نیویورک تایمز گفته هر تهدیدی از سوی آمریکا را کوبنده پاسخ می‌دهد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران درباره صحت این گزارش البته ابراز تردید کرده و آن را بخشی از به گفته او عملیات روانی اسرائیل و مخالفان کلاسیک جمهوری اسلامی دانسته. آقای ربیعی که در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران شرکت کرده بود، واکنش‌های بیشتر در این زمینه را به وزارت خارجه ایران محول کرد. اما همچه احتمالی رو به طور شخصی من خیلی نزدیک نمی‌بینم که همچه تصمیمی رو که دنیا رو بخوان، منطقه رو به هر حال با ناامنی روبرو بکنن. ولی در هر صورت پاسخ جمع‌بندی شده ما همیشه این بوده که هر گونه اقدامی علیه مردم ایران قطعا پاسخ کوبنده خودش رو خواهد داشت. باربارا سلیون، پژوهشگر ارشد ایران در مؤسسه شورای آتلانتیک از واشنگتن دی سی با ماست. خانم سلیون نویسنده کتابی هم هستن در مورد رویارویی ایران و آمریکا با عنوان دوستان جفاکار و دشمنان وفادار. خانم سلیون خوش اومدید به برنامه. همونطور که شما هم داشتید میشنیدید برنامه ما رو، آقای پریجنت گفتن که اینکه دونالد ترامپ فکر کرده به مسئله ایران و حمله به تاسیسات نتنز برای این هست که می‌خواسته موقعیت خوبی به آقای بایدن بده. شما چی فکر می‌کنید؟
فکر میکنم این یک ایده بسیار بدی است و واقعا من خیلی خرسند هستم از اینکه حتی مایک پومپئو هم از چنین اقدام بسیار مخاطره‌آمیز و بی‌مبالاتی انتقاد کرده و باش مخالفت کرده. سیاست خارجی پرزیدنت ترامپ در قبال ایران یک سیاست کاملا شکست خورده است و خب تحریم‌های را علیه ایران وضع کردند که در نتیجه اون تحریم‌ها ایران دوباره رفت به سمت برنامه هسته‌ایش. اگر آمریکا در توافق برجام باقی مونده بود، ما تا سال 2030 وقت داشتیم که بیاریم نگران ذخایر اورانیوم ایران بشیم که بخواد به صورت بالقوه باشون یک سلاح هسته‌ای بسازه. الان ایران به طور بالقوه به اندازه دو بمب هسته‌ای اورانیوم غنی شده داره اگر که بخواد اون مسیر رو در پیش بگیره. بنابراین این یک سیاست بسیار ناموفقی بوده و اینکه بخوایم این سیاست رو با یک حمله نظامی به ایران به پایان ببریم که البته به کشتن بسیار از افراد بیگناه خواهد انجامید و تشعشعات اتمی رو هم در بر خواهد داشت، این واقعا غیر قابل قبوله و خب من خوشحال هستم از اینکه این سیاست با مخالفت مواجه شده. همونطور گفتی خب مخالفت شده، اما اگر بخوایم نگاه بکنیم اینکه این اگر حمله‌ای بخواد صورت بگیره کلاً به تأسیسات هسته‌ای حالا چه ایران چه هر کشور دیگه، چقدر این حمله اصلا راحت و شدنیه؟ Well, it's completely pointless because Iran کاملاً بی‌مورد و بدون فایده است. برای اینکه ایران همین الان هم میدونه که چجوری سلاح‌های هسته‌ای رو بسازه. بنابراین بحث فقط بحث اراده سیاسی است. شما برای ساختن اینها حتی نیاز به یک تأسیسات عظیمی ندارید. یک تأسیسات کوچک زیرزمینی برای اینکه بتونید به اندازه کافی غنی‌سازی کنید و تولید کنید هم کافیه. من فکر می‌کنم اگر آمریکا به نتانز حمله کنه، ایران رو بیشتر تشویق کنه که بره و یک سلاح هسته‌ای بسازه، کاری که تا اینجا نکرده. بنابراین بسیار احمقانه خواهد بود. ایران همچنین میتونه به طرق دیگری پاسخ بده که میتونه به کشته شدن خیلی از افراد و تهدید نیروهای آمریکایی باقی مونده در منطقه بیانجامه، ممکنه دوباره به عربستان سعودی یا به امارات حمله کنن. بنابراین ایران احساس اجبار خواهد کرد که انتقام بگیره، مثلا ممکنه یک حمله وسیع سایبری علیه آمریکا انجام بده. بنابراین فکر میکنم این کاملا نسنجیده خواهد بود و من با مهمان قبلی شما مخالف هستم. فکر میکنم که جو بایدن سرمایه سیاسی عظیم و حمایت عظیمی داره که بتونه برگرده به برجام، اگر که ایران هم به برجام و به تعهداتش به برجام برگرده. این چیزی که بایدن در گذشته هم گفته، حمایت جامعه بین‌المللی رو خواهد داشت، حمایت اروپایی‌ها رو قطعا خواهد داشت و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل. خیلی از تحلیلگران میگن این سیاست‌هایی که آقای ترامپ در 4 سال گذشته اتخاذ کرده برای رئیس جمهوری بعدی آمریکا خیلی سخت خواهد بود که بخواد اونها رو برگرده به پله اول اگر بخواد این کارو بکنه. شما پیش بینیتون چیه درباره روابط ایران و آمریکا در زمان جو بایدن؟ به چه سمتی خواهیم رفت؟ Well, again, I think that it won't be that difficult for the US. بگم که خیلی دشوار نخواهد بود برای اینکه آمریکا تحریم ها رو برداره. نکته مهم اینه که اراده سیاسی و انگیزه در ایران چطور خواهد بود. ما چقدر مشتاق خواهند بود که برگردن به برجام و به تعهداتشون عمل کنن. ببخشید اگه صدای سگ منو میشنوید در پس زمینه. اختلافات عقیده خواهد بود در این زمینه در داخل ایران، ولی خب من فکر می‌کنم که باز بگم امکانش هست. همه تحریم ها در واقع برخلاف توافق هسته‌ای برخلاف برجام وضع شدن. حالا حتی اگه شما اسم اونا رو تحریم های مرتبط با تروریسم بگذارید یا غیره، فکر کنم که در نهایت بحث هسته‌ای برمیگشتن و میشه خیلی راحت حتی با فرمان های اجرایی رئیس جمهور اینها لغو بشن. فراموش نکنیم که همه هیچ کدوم اینها رو کنگره آمریکا وضع نکرد، بلکه خود کاخ سفید وضع کرد و پرزیدنت بایدن میتونه به همون ترتیب اینها رو برداره. ممنونم از شما باربارا سلیوین، پژوهشگر ارشد ایران در مؤسسه شورای آتلانتیک با ما. You're very welcome. در ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در روزهای اخیر به بیش از 460 نفر رسیده. سعید نمکی وزیر بهداشت اما هشدار داده اگر بیش از این غفلت شود، آمار روزانه جانباختگان ممکن است حتی 4 رقمی شود. همچنین در آستانه تعطیلی 2 هفته‌ای در مناطق قرمز، وزیر کشور از احتمال تمدید محدودیت‌ها خبر داده. دولت سهل‌انگاری مردم را عامل اصلی گسترش کرونا می‌داند، اما مردم می‌گویند برای امرار معاش چاره‌ای جز خروج از خانه ندارند. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. سلام.
در آستانه تعطیلی دو هفته‌ای که از 4 روز دیگر شروع می‌شود، مردم کوچه و بازار نگران سفره‌های خالیشان هستند. 1400 حقوق شوهرمه. خب من چیکار کنم تو این سرما؟ با این وضع میام اینجا میشینم. اگه نشینم چیکار کنم؟ از کجا خرجم در بیارم؟ خب اینجا میشینم، مجبورم. الان یا دیابتی هستم، خب قلب ناراحتی قلبی هم دارم. اگه مجبور نباشم نمیام اینجا بشینم آقا. هیچ وقت نمیام. ماشاءالله انقدر گرونی هم هست. گرونی زیاد. والله اصلا. روزانه بیش از 400 نفر جانشان را در اثر کرونا از دست میدهند، در کشوری که وخیمترین وضعیت را در تمام خاورمیانه دارد. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 482 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادیم. البته مقام‌های بهداشتی ایران میگویند آمار واقعی جانباختگان 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. کرونا رو وزیر بهداشت ایران هشدار داده اوضاع از این هم میتواند وخیمتر شود و میزان مرگ و میر روزانه ممکن است به بالای 1000 نفر برسد. اگر آقایون خوزاری بیان بخواهد ما بازی رو بیبازیم و مرگهای 4 رقمی خواهد. مسئولان آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا را گردن مردم میاندازند که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی کنند. ما هم فاصله گذاری رو با تعطیلی‌های گسترده داریم به نوعی فاصله گذاری اجباری میریم که ما امیدوار بودیم این فاصله گذاری ها با رعایت مردم به حالت داوطلبانه صورت بگیره، ولی ناچار از این تعطیلی ها هرچند بار اقتصادی زیادی هم بر عهده جامعه خواهد گذاشت ناچار به این تصمیم گیری بودیم. وزیر کشور که حالا به عنوان فرمانده قرارگاه ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب شده میگوید اداره ها در مناطق قرمز با 1/3 نیرو فعالیت خواهند کرد. اداراتی که در کار ضروری هستن به اصطلاح کامل میتونم بگم، اداراتی که به هر حال بقیه ادارات بله با 1/3 تا 1/3 شاید بعضیا زیر 1/3 میتونن کار انجام بدن. مجلس ایران اما از دستور ستاد مبارزه با کرونا پیروی نمی کند و میگوید جلسات حضوری برگزار خواهد شد و نه مجازی. ستاد کرونا به بقیه کشور بپردازه، به فکر محدود کردن مجلس، به فکر تعطیل کردن مجلس نباشه. یکی از نمایندگان هم که از بازگشت رئیس مجلس بعد از ابتلایش به کرونا خوشحال بود، شعری برای او خواند. گفتم ای وای که حسن گفت نرو میگیری، از سوی زمین و آسمان میگیری، آقای رئیس فکر آن جانت باش، حیف است دوباره کرونا میگیری. ایران گام‌هایی در راستای مبارزه با کرونا برداشته، از تلاش برای ساخت واکسن تا آنطور که مقام‌های رسمی گفتند تولید کیت‌های هوشمند تشخیص سریع کرونا. وضعیت رقابتی این سرعت عمل کمتر از 20 دقیقه در واقع تست مشخص میشه. دوم میزان بالای حدت تشخیصی که بالای 85% در واقع از نظر اختصاصی بودن و حساسیت تست بالا هست. دولت کارنامه خود را قابل قبول میداند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته مسئولان اقتصادی کشور عملکرد خوبی داشتند و نمونه ای هم آورده. گفته وام 1,000,000 تومانی بدون مراجعه به بانک یک شاهکار در نظام بانکی بوده. تعطیلی‌ها در کشورهای دیگر معمولاً همراه با کمک‌های دولتی و بسته‌های حمایتی است. در ایران اما فقط وام‌هایی که پس گرفته می‌شوند. تحریم‌های آمریکا کمر اقتصاد این کشور را که درآمدش وابسته به نفت است شکسته. دولت می‌گوید توان بیش از این را ندارد. اما قربانی این وسط معیشت مردم است. واقعاً ندارن مردم. امرار معاش یا خطر ابتلا به ویروسی کشنده. دوگانه‌ای که دولت می‌خواست از آن پرهیز کند، اما حالا به واقعیت زندگی مردم بدل شده. پرهام قبادی، BBC. همونطور که در گزارش پرهام قبادی هم گفته شد، در ایران هر روز صدها نفر قربانی کرونا می‌شوند. با این حال، این فقط خود ویروس نیست که مایه رنج زندگی خیلی‌ها شده. پیامدهای ناشی از تعطیلی برای مقابله با شیوع کرونا زندگی و معیشت بسیاری رو در تنگنا قرار داده. در همین حال فشارهای اقتصادی زخم فقر را عمیق‌تر کرده و از کودک تا بزرگسال را تحت فشارهای روحی قرار داده. شبنم شبانی در این باره گزارش می‌دهد. از افتادن سایه سیاه کرونا بر جهان کمی کمتر از 1 سال می‌گذرد. جانهای بسیاری به خاطر بیماری از دست رفته و کمر بسیاری هم زیر فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی‌های کرونا خم شده. در ایران با اقتصاد آسیب دیده از سوء مدیریت و فشار تحریم‌ها،
کرونا زندگی بخش بزرگی از مردم را دشوارتر کرده. برای صاحبان کسب و کارهای نحیف و شکننده که دخل و خرجشان روزانه می‌گذرد، هر یک روز تعطیلی برابر است با کابوس فراهم نبودن خرج خورد و خوراک و هزینه‌های روزانه و یا حتی اجاره خانه. نمیشه سفره مردم بدون نون باشه، که مثلا اینا که دست فروشن نیاز دارن. حالا از 4 روز دیگر اول آذر قرار است برای کنترل شیوع بیشتر کرونا در ایران تعطیلی گسترده‌ای برقرار شود و جز خدمات دهندگان و تأمین کنندگان کالاهای ضروری همه خانه نشین شوند. در نبود بسته های حمایتی اقتصادی اما خیلی نگرانند که دیگر دوام نیاورند. راضی هم شاید کرونا بگیرن خب، ولی راضی نیستم خانوادن تو عذاب باشن. اغلب کشورها در دوران تعطیلی امکاناتی برای شهروندانشان فراهم کردند. ایران هم در وزارت خود تسهیلاتی فراهم کرده، اما بسیاری آن را کافی نمی دانند. بانک مرکزی ایران امروز از پرداخت وام 1,000,000 تومانی ویژه کرونا به 10,000,000 سرپرست خانوار خبر داده. مبلغی که با توجه به بالا رفتن قیمت اقلام خوراکی در ایران تنها کفاف خرج چند قلم از نیازهای یک خانوار را می‌دهد. بالاترین فشار اما احتمالاً بر خانوارهایی است که بچه مدرسه‌ای دارند. با تعطیلی کلاس‌های حضوری مدرسه‌ها و برقراری آموزش آنلاین تازه زخم کهنه فقر عمیق‌تر شده. آموزش و پرورش ایران با استفاده از اپلیکیشن شاد سال تحصیلی را آغاز کرد. برای دسترسی به این اپلیکیشن به کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند نیاز است، اما کودکان زیادی دستگاه‌های مورد نیاز را در اختیار ندارند. خیلی از دانش آموزان از درس‌ها عقب افتادند و گزارش شده که چند نفری هم زیر فشار روحی دست به خودکشی زدند. از جمله خودکشی یک دانش آموز 11 ساله در بوشهر و چند خودکشی دیگر در رام هرمز که تحت بررسی هستند. بیماری واقعا داره جون خیلی از هموطنان تا رسیدن واکسن کرونا که بعید از کوتاه‌تر از یک سال باشد، احتمالاً خطر این ویروس با همین شدت ایرانی‌ها را تهدید خواهد کرد. افسردگی و ناامیدی کاسبا خیلی الان بحران بزرگتریه تا 2 هفته تعطیل شدنشون به خاطر کرونا. هرچند که ضررهای میلیونی میکنن، به وفور میبینم در سطح شهر که مغازه ها هی دارن شغلای متنوع توشون میگرده، خالی میشه میگه بعدی میاد، خالی میشه بعدی میاد. این نشون دهنده ورشکستگی میلیون ها نفره. با ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی شاید بتوان تا حدودی شیوع ویروس را مهار کرد، اما رویارویی با پیامدهای روحی و روانی و اقتصادی شرایط موجود احتمالاً تنها در سایه حمایتی گسترده از جانب دولت میسر خواهد شد. شبنم شعبانی، بی بی سی. معاون رضوی استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه برندایس از بوستون آمریکا با ما هستن. خوش اومدید به برنامه آقای رضوی. اول برامون توضیح بدید که این قرنطینه و محدودیت‌ها خب در خیلی از کشورهای دنیا که می‌بینیم با کمک‌های دولتی همراهند. در ایران که کمک‌های دولتی نمیشه به خانوارها، چقدر واقعا شدنیه این که خانواده‌ها توی خونه بشینن؟ طبیعتاً سخت، همونطوری که گزارشتون هم داشت میگفت، ولی منحصر به ایران نیست. در خود امریکا که من زندگی میکنم شرایط معیشتی خیلی از خانواده سخته. دولت ها هم عادتشون این بود که فرض کنن که این مسئله یا همه گیر نمیشه و کل کشور رو فرا نمیگیره، کل اقتصاد رو فرا نمیگیره، یا اینکه اونقدر طول نمیکشه. متاسفانه الان به توصیه های علمی و پیشبینی های روزهای اول ماها رسیدن که این مهمون حالا این خونه رو ترک نمیکنه و باید برش تدارک دید. بعد مسئله اینجاست که تفاوتی که در اروپا و امریکا بقیه کشورها هست اینه که نظریه‌های جدید اقتصادی نگاه میکنه وقتی که شکست بازار توی اقتصاد کپیتالیستی اتفاق میفته، میخوام ببینن که چطوری میشه شکاف‌ها رو پر کرد، به صورت که وقتی که بخش خصوصی و بازار انگیزه نداره که وارد خدمات اجتماعی بشه، دولت هم مهم نیست کجای دنیا باشه به هر حال محدودیت داره و نه اینکه نه منابع داره و نه اینکه متاسفانه مدیرای فربه دولتی اصلا علاقه دارن که به خانواده های کم بضاعت و این بیزنس های کوچک برسن. اینجاست که در واقع بخش نان فور پروفیت یا غیر انتفاعی پا میذاره.
یعنی میگن دولت شکست بازار رو پر میکنه و بخش غیر انتفاعی شکست دولت رو باید پر بکنه. ما توی ایران مشکلی که داریم مسئله اینه که دولت هر چقدر که از این وام ها بپردازه تو یک مملکت 85 میلیونی مخصوصا تو خدمات بهداشت و آموزش جاهایی میمونه که دولت دسترسی نداره، توان نداره و اصلا منابعش رو نداره. و اینجاست که سازمان های مردم نهاد در بقیه دنیا این شکاف رو پر میکنن. ببین در خود امریکا مثلا اگر از من بپرسن بگن که میخواید اعانه بابت کرونا بپردازید، من با کمال میل میپردازم به شرط اینکه به دولت ندن. بدن اینکه دولت مالیات از من میگیره و خودم میدونم به جای اینکه رو کرونا خرجش کنه بره باش نا و اوپن و بعد اعتماد مردم به سازمان های مردم نهاد بیشتره تا به دولت، به نفع 100 درصد بیشتره. و دولت هم به خاطر فهمیدن اهمیت سازمان های غیر انتفاعی مردم نهاد تو خدمات اجتماعی مثل بیمه و آموزش به من شهروند معافیت مالیاتی میده که میگه که شما اگه تمام زندگیت رو هم به یک سازمان مردم نهاد بدید، ما از درآمد قابل مالیات آخر سال شما این رو کم میکنیم بدون هیچ گونه عذر بهانه. یعنی تشویق میکنه شهروندا رو که سازمان های مردم نهاد رو سرپاه نگه دارن و کمک مالی بکنن که اینها بتونن، به دلیل اینکه سازمان مردم نهاد بزرگترین ویژگیش اینه که کف خیابونن. یعنی ببینید من دارم فکر میکنم به کودک زبان بسته که توی رام هرمز خودکشی کرده. هیچ مدیر فربه دولتی این بچه ها رو نمیبینه. اونا توی یه برج آجی نشستن که اصلا علاقه ندارن آدم های دون پایه رو ببینن. اما سازمان های مردم نهاد که کف خیابون هستن، حتی تک تک این کودک ها رو میشناسن و خیلی افیشنتر و با بهره‌وری خیلی بالاتر میتونن این نیازهای کوچک موقت زودگذر رو رفع کنن که از فجایع خیلی بزرگتر چیکار کنن، جلوگیری کنن. یا شما راجع به دست فروشی صحبت کردید که با داشتن بیماری پیش زمینه ای میاد کف گرد و خاک آلوده کرونا میگه من حاضرم هر کاری بکنم که خانواده‌ام به خطر نیفتن. اینجا اون سازمان های مردم نهاد میتونن با تکیه بر منابع بین المللی دولتی و اشخاص خیریه در داخل ایران به دلیل اینکه قابل اعتماد هستن و مردم بهشون اعتماد میکنن این زخمای موقتی رو چیکار کنن؟ اگر میشه بزنید نگاه بکنیم به این چیزی که در واقع در آینده منتظر جامعه است. خب بالاخره کرونا یه وقتی میره، منتها تبعاتش خواهد موند. اگر بخوایم به اون بخش قضیه نگاه بکنیم، این که بخشی از مسئله اصلی کرونا به کنار، بخشی از مسائل داره به از حاشیه به متن میاد، مثل اینکه مردم به خاطر فقر مجبور بشن جرم‌های دیگه‌ای مرتکب بشن. ببینید سیاست اجتماعی کرونا، من تقریبا یک ساله که مثل صفحه گرامافون دارم خودم رو توی میدیای شما تکرار میکنم، دو تا جنبه کاملا مشخص داشت. جنبه اولش این بود که حمایت از خانواده هایی که نزدیک حاشیه خط فقر هستند و با اندکی کمک میتونیم برای از ورود اینا به خط فقر چیکار کنیم، به تله فقر که تله دائم هست جلوگیری کنیم. دوم کسب و کارهای خرد که خیلی شکننده هستن و بحران بدهی موقتشون تبدیل به بحران ورشکستگی دائم میشه. یعنی سیاست‌های اجتماعی فقر مدون بود در دو حیطه‌ای که خطرات کوچیک تبدیل به خطرات بلند مدت میشه که مثل شما کلان دارید اسم میبرید و دولت‌ها کوتاهی کردن. دولت ایران بیشتر کوتاهی کرد به دو دلیل، یکی بیمهری، یکی بی‌تدبیری. و من برای دوتاش مثال دارم. این دولت ایران شب عید پارسال رو مطمئن شد که اضافه کار و افزایش و حقوق سنواتی و پاداش کارمندهای خودش رو میپردازه قبل از اینکه به اصطلاح کرکره مملکت رو بکشه پایین. و این به نظر من بیمهریه. مسئله بی‌تدبیریش هم برمیگرده به اینکه اینا هر موقع که زیر فشار کشور رو قرنطینه میکنن برنامه‌ای برای بازگشایی ندارن. ستاد کرونا یک ستاد تشریفاتی نیست. ستاد کرونا ستادی که باید آدم اقتصاددون، آدم اپیدمیولوژیست و اینها توش بشینن و کسی که بالای ستاد نشسته گوش کنه که به حال چیکار بده. من یک سال دارم فریاد میزنم که درمان کرونا ماها رو گرونه، در صورتی که شما وقتی که با یک دشمن نامرئی اینویزیبل انمی مواجه هستید باید چراغ قوه روشن کنید. متشکرم از شما. اینکه تست ها رو باید گسترش بدن، به دلیل اینکه گسترش تست بعد میتونه چیکار کنه، جلو به پیشگیری کمک کنه. درمان بسیار گران قیمته و متاسفانه سیستم خدمات بهداشت درمان داره فرسوده میشه توی درمان.
بله، ممنونم از شما دکتر معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت، متشکرم. اما بریم سراغ کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته جانشون رو از دست دادن. برهان منصورنیا یکی از این افراد جوان 28 ساله که در روز 25 آبان با شلیک گلوله مجروح شد و دو روز بعد در بیمارستان جانش را از دست داد. گفته می شود که خانواده داغدار او در یک سال گذشته تحت فشار دستگاه های امنیتی بودند. همکار مریم افشن گزارش می ده. دقیقم خوشی هست. سلام میگه اینه بسورن اینه این بسورن. عاشقانه مادر و پسر. حالا یک سال است آغوش مادر خالی است. برهان منصورنیا 28 ساله بود وقتی در خیابانهای کرمانشاه گلوله خورد. کوچکترین پسر خانواده و به گفته دوستانش اهل شعر و کتاب. من از دوستان خانوادگی برهان هستم و سالهاست که برهان و خانواده منصورنیا را از نزدیک میشناسم. برهان در کنار رشته سخت خودش که دامپزشکی بود، کتابهای جامعه شناسی و فلسفه رو زیاد میخوند و به اشعار احمد شاملو و شیرکوبی که از هم بسیار علاقه داشت. قرار بود بعد از تمام شدن سربازی یک کلینیک دامپزشکی در زادگاهش مریوان تأسیس کنه. پس از فارغ التحصیلی و دفاع از تز دکترا به سربازی رفت. ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه. در آبان پارسال هم دو ماه مونده بود که سربازیش تموم بشه. وضعیت خدمت برهان در نیروی انتظامی به صورت 24 ساعت پست 24 ساعت مرخصی بود. در روز 25 آبان ماه هم در زمان مرخصی خودش بود و سر پست نبود و حوالی ساعت 3 به مردم معترض در محله دولت آباد کرمانشاه پیوست. اما متاسفانه در ساعت 5 غروب در بولوار دولت آباد کرمانشاه از ناحیه شکم تیر خورد و کلیه و رودش به شدت آسیب دید. بعد از تیر خوردن اون رو میبرن به بیمارستان فارابی که نزدیکترین بیمارستان به محله دولت آباده. اما این بیمارستان برهان رو پذیرش نمیکنه. حتی حاضر نمیشن که از خونریزی شدیدش هم جلوگیری کنن. دوستان برهان او را به بیمارستان طالقانی منتقل میکنند. اونجا هم پر بوده از نیروهای امنیتی و با وجود وخامت اوضاع برهان و خونریزی شدید ابتدا پذیرشش نمیکنن، ولی با اصرار و بعد از یک ساعت در ساعت 8 شب پذیرش میشه. بدن نیمه جانش رو بعد از 3 ساعت خونریزی عمل میکنن. به طرز معجزه آسای برهان زنده میمونه، اما علارغم حال عمومی بسیار بدش به جای انتقال به بخش آی سی یو اون رو به بخش عمومی بیمارستان منتقل میکنن. برهان منصورنیا 34 ساعت بعد از تیر خوردن زنده میماند و در شب 27 آبان ماه و در نتیجه خونریزی داخلی جان خود را از دست میدهد. بعد از یک روز و در ساعت 10 شب 28 آبان و در ازای گرفتن 6 میلیون تومان جسد را تحویل خانواده میدن. تحت فشارهای بسیار زیاد نیروهای امنیتی در ساعت 4 بامداد 29 آبان بدن برهان در مریوان به خاک سپرده شد. حتی فرصت خداحافظی کردن با جسد پسر رو به مادر برهان هم ندادند و مادرش نتونست صورتش رو ببینه. جسدی رو هم که تحویل خانواده منصور ندادن جسم تکه پاره شده برهان بوده. استخوان‌های دستش رو خرد کرده بودن و گردن و دماغش رو شکسته بودن و مغزش رو هم باز کرده بودن. خانواده برهان معتقدند که اگر در بیمارستان به او به درستی و به موقع رسیدگی می شد ممکن بود زنده بماند. بازماندگان برهان در این یک سال برای دادخواهی بسیار تلاش کردند، اما نه گزارش پزشکی قانونی و نه پرونده بیمارستان به آنها داده نشده. شکایت آنها در سامانه سنا هم به جایی نرسیده. از سال گذشته هم موبایل برهان در اختیار نیروهای امنیتی است و به خانواده تحویل داده نشده. خانواده برای پس گرفتن گوشی هم شکایتی تنظیم کردند که حتی اون هم به نتیجه نرسید. این خانواده به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی دو استان کرمانشاه و کردستان هستند و بارها به ادارات اطلاعات و اطلاعات سپاه دو استان احضار و بازجویی شدند. به اونها اعلام شده که میخوان برهان رو به عنوان شهید نیروی انتظامی اعلام کنند، اما تا الان خانواده برهان قبول نکردند. برهان متولد اول تیر ماه سال 70 بود. خانواده منصورنیا تابستان امسال بر سر مزار او برایش تولد گرفتند. نیروهای آگاهی شهر مریوان بر سرشون ریختن و همه اونها رو ضرب و شتم کردن و گوشی و ماشین حاضرین در مراسم رو ضبط کردن. برای پس دادن گوشی ها هم تمام حاضرین در مراسم بازجویی شدند و توسط نیروهای آگاهی مریوان تمامی گوشی ها تفتیش شده و تمامی حاضرین در مراسم رو در بازجویی ها تهدید کردند. گویا در این مراسم به پدر و مادر داغدیده برهان هم بسیار بی احترامی شده. دو نفر از دوستان صمیمی برهان رو هم گرفتن و دو شبانه روز و بسیار بد شکنجهشون دادن و به جرم اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمع غیرقانونی براشون پرونده امنیتی تشکیل دادن. الان همین دو دوست برهان با وثیقه آزاد هستن. کل تابستان خانواده و دوستان نزدیک برهان رو اذیت می‌کردن.
دوست خانوادگی برهان میگوید که فشارها بر خانواده او تا کنون باعث سکوت آنها شده. من احساس میکنم جمهوری اسلامی میخواد اسم برهان رو به نفع خودش مصادره کنه، چون الان اسم برهان در ایران و خصوصا استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به نماد آبان تبدیل شده و این اسم بار سیاسی پیدا کرده. غیر از محافل خصوصی تا الان خانواده منصورنیا هیچ حرفی از فشارهایی که به اونها وارد شده نزدن، ولی مطمئنم زمانی شروع به حرف زدن میکنن و حرفهای بسیار زیادی برای گفتن دارن. برهان منصورنیا یکی از کشته شدگان آبان است که خانواده‌اش مانند بسیاری دیگر از خانواده‌های کشته شدگان آبان می‌خواهند بدانند فرزندشان به چه جرمی و به دستور چه کسی کشته شد. مریم افشنگ، BBC. فرهاد مجدم یکی دیگر از کسانی است که در اعتراضات آبان ماه کشته شد. او صاحب یک مغازه لباس فروشی بود که شب 25 آبان در سراسیا به ملارد گلوله‌ای به سرش خورد و جانش را از دست داد. او 37 ساله بود. سلیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، در گفتگو با بی بی سی فارسی از پسرش گفته. رفت خواهرش بیاره. خواهرش اومد. گفتم فرشته فرهاد کشت. گفت فرهاد یه دختری با تیر زده بودن، مردم دورش جمع شده بودن، میخواستن ماشین بگیرن اینه بفرستنش بیمارستان، الان میادش. یه دو سه دقیقه صبر کردیم دیدیم نیمد، دلم خیلی جوش میزد، بلند شدم رفتم بیرون، دیدم نه هیچ کس نیسته، فقط نیروهای بسیجی ها تو خیابونن با اون نقاباش و با اون خلاصه وحشتی که تو مردم انداخته بودن. با پسرم بلند شدم و یکی پسرم رفتیم بیمارستان. خیلی تو بیمارستان ها بهمون گفتن مثلا یه همچین آدمی ما نشونه میدادیم نیوردنه، میگفتن خودتون برین تو بخش ها نگاه کنین. تو بخش ها تمام زخمی ها تیر خورده بوده، هر کی یه جایش خون بیمارستان برداشته بود، آمبولانس همینطور دقیقه به دقیقه میورد رو هم خالی میکرد و میرفت. همه این زخمی های نگاه کردیم فرهاد توشون ندیدیم، اومدیم گفتیم ندیدیم کسی، فرهاد نیستش تو اینا. تا بعد از 4 روز که به ما خبر دادن که بچه تون کریزه کرد، برین از اونجا تحویل بگیریم. دیگه حالا اونجا پسرم رفته بود با چه وضعی اینه دیده بود که زده بودن نمیدونم، والا ما که نمیدونم، او که تعریف میکرد خیلی صورتش اصلا وحشتناک، خیلی چجوری بود خلاصه زده بودنش اینا. بعد میخواستیم حالا مثلا تحویل بگیریم، جنازش هم بهمون نمیدادن، ای میگفتم باید بریم فلان جا نامه بیاریم. میرفتیم اونجا با پسرام، هر جا هم میرفتیم بهمون نامه نمیدادن که ما بریم اینه بعد از 4 روز تحویل بگیریم. با 1000 امضا که از پسرام از تمام بدنش امضا گرفتن که حق نداریم که چیزی به کسی بگیم، شیوه نیکنیم، حرفی بزنیم، خیلی آروم و ساکت میرین. هیچ کس هم نبود، خودم بودم و یه 4-5 نفر آدم که بچه به خاک سپردیم. خاک سپاری گذشت، بعد 3 روز خاک سپاری یه 3-4 نفر اومدن خونه ما. اومدن خونه ما گفتم مثلا با کسی صحبت نکنین، چیزی به کسی نگین. خودم برگشتم گفتم مگه میشه بچه ما کشته شده به کسی نگم، بگم چی بچه ما تو کمد قایمش کردم، نگم بچه ما کشتنه، باید بگم بچه ما کشتن، پس بگم چی شد بچه هم آب شد. گفت نه حالا یه خود وضعیت ناجوره، ما مثلا نیروهای ما بچه های شما مثلا چیز نکردنه تیراندازی و اینا، حق تیر نداشتنه اینا، ای چیزا بودنه اونایی که مثلا ریختن تو خیابون و تظاهرات کردن و ریختن همه چیه به هم و اینا، اونا بچه های شما نکشتن، از نیروهای ما نبودن.
حالا میخوام بگم اگه مثلا نیروهای اونا نبوده، پس چطور مثلا توی یک سال تمام پرونده اینه زیر رو کردن که این جزء هیچ گروهی نبوده، این آدم عادی بوده، مثلا رهگذر بوده، گرفتن با تیر زدنشه. هیچ وقت نه مثلا ما، هیچ خانواده از هر کی، مثلا الان تو همون باغ رضوان که بچه هم دفنه اونجا، مثلا چند تا کشته های مال آبانه، یکیش از پسری که 15 سالشه، دختری از پرستار بوده، چند تا جوان مثل بچه خودم، تقریبا 7 تایند تو اونجا که پلو بچه پسرمونه که ازشون سوال میکنم، اونا هم اصلا میگن تا حالا هیچ کس با ما هیچ صحبتی نکرده. چند روز پیش تلفنی به پسرم زنگ زده بودن که بیاین مثلا غرامت بهتون بدیم، بعد پسر من هم گفته با غرامت شما قرار بود شهید این اعلام کنین، قرار بود بالاخره میگفتین ای انی روای ما نبوده که اینو کشتن اینایه، خب کسی دیگه بود باید شما پیداش میکردین. چطور اگه یه بسیجی مثلا کشته میشه، اگه زیر زمینم باشه پیداش میکنن، میگن اعدام باید بشه. صدای صدیقه تورانی بود، مادر فرهاد مجدم، یکی از کشته شدگان آبان ماه پارسال. نسرین عنوان فیلم مستندی است در مورد نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که سالهاست در ایران زندانی است. این فیلم تصویری کم نظیر از زندگی این فعال حقوق بشر رو نشون میده. این فیلم قراره که فردا ساعت 8:30 شب به وقت تهران از بی بی سی فارسی پخش شود. بخشی از این فیلم رو با هم ببینیم، بعد برمیگردیم با سازندگانش صحبت می‌کنیم. محازا قاضی همچنان از صدور حکم ممنوعیت ملاقات خودداری کرد. یکی از مسئولان به مادر بزرگ طفل گفته که پدر حتی میتونه بچهشو بکشه. داستان شخصی نیست به هیچ وجه، داستان یک عمریه که ما با این مسائل دست و پنجه داریم نرم میکنیم. ما میدونیم که خانواده چه نقش مهمی در دادخواهی افرادی که اینجوری به شهادت رسیدن دارن و ما به هیچ وجه دچار خشم نیستیم، دچار کینه نیستیم، ولی اجازه نمیدیم که باز دست به خون دیگرانی آلوده بکنند. به همین دلیل شما بدونید ما با شما همدلیم، همراهیم، همصدا هستیم. برای اینکه موضوع ستار موضوع شخص یا خانواده خاصی نیست، موضوع درد مشترک سالیان سال همه ما هست که اینجا دور هم جمع شدیم. بنابراین از شما هم به خاطر پایداریتون، همه ی شجاعتهایی که به خرج دادید ممنون و متشکرم. مارسیا راست تهیه کننده و جف کافمن تهیه کننده و کارگردان فیلم نسرین از لس آنجلس با ما هستند تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. خوش آمدید هر دوی شما به برنامه. اول برامون بگید که خانم راست، از شما شروع میکنم، چرا نسرین ستوده را انتخاب کردیم و چه شد که اصلا ایده این فیلم به ذهنتون رسید؟
تکرار میکنم سوالمو. خواستم خانم راس از شما بپرسم، اول جهت اینکه خانم مقدمن، چرا نسرین ستوده رو انتخاب کردیم و چی شد که ایده فیلم به ذهن شما رسید؟ ما تصمیم گرفتیم این فیلم را راجع به نسرین ستوده بسازیم، برای اینکه فکر میکنیم که او یک الگوی فوق‌العاده است برای زنان، برای فعالان حقوق زنان در سراسر جهان، یک انسان فوق‌العاده است و فکر کردیم که داستان او داستانی است که باید گفته بشه و میخواستیم که مردم بدونن، نه فقط در داخل ایران بلکه در خارج از ایران بدونن که او کیست. ما یک قبل از اون یک فیلم ساخته بودیم راجع به با عنوان تحصیل تحت آتش که راجب حق تحصیل زنان بود و خب درباره دفاع نسرین ستوده از حق تحصیل بهایی ها بود و بعد ما تو این فیلم دیدیم که چجوری همسایه های مسلمان داشتن به همسایه بهایی خودشون کمک میکردن و این اولین آشنایی بود ما بود با کار نسرین و بعد خواستیم که این مستند رو هم بسازیم. او با ما صحبت کرد و وقتی که ما بود در تماس بودیم واقعا به این نتیجه رسیدیم که یک فردی که باید راجع بهش این فیلم رو بسازیم. آقای کافمن، چی شد که شما گفتید که کسانی که توی این فیلم با شما صحبت کردن، زنان و مردانی که شرکت کردن در ساخت این فیلم، در واقع خب مشکلات زیادی ممکن بوده براشون ایجاد شه و خطرهایی رو پذیرفتن، چطور همکاری کردید با این افراد که این افراد خطری تهدیدشون نکنه؟ بله، باید بگم که کشوری که ما درش زندگی میکنیم و در این چند سال اخیر دموکراسی با چالش بزرگی مواجه شده، خیلی مهمه که مردم آمریکا هم به پا خیزن و برای حقوق خودشون مبارزه کنن و خب ما میتونیم همزمان از تجربه دیگران هم یاد بگیریم. ما وقتی با کسانی در ایران زندگی کار میکردیم که صرفاً با چه با حضور جلوی دوربین یا حتی پشت دوربین با فیلم برداری میتونستن به خطر بیفتن، واقعا به ما نشون داد که چقدر مهمه که به دموکراسی در کشور خودمون اهمیت بدیم و برای اون مبارزه کنیم. طبیعتا ما کاری که با افراد میکردیم به صورت محرمانه بود، نام اونها رو محفوظ نگه داشتیم و طبیعتا بدون اینکه کاملا اونها رو نسبت به تاریخ اکران شدن فیلم و مراحل مختلف تولید اونها رو در جریان میگذاشتیم که کسی هیچ احیانا سورپرایزی متوجهش نباشه و بدونه که قرار چه اتفاقی بیفته. نکته اینه که ما میخواستیم که زندگی این افراد رو، داستانهای این افراد رو در داخل ایران روایت کنیم. هدف ما این بود که و شغل ما این بود که داستان اونها رو زنده کنیم و این نکته کلیدی هست، اینکه هم احترام بهشون بگذاریم و هم درک کنیم داستان اونها و همین که به بهترین نحو ممکن داستان اونها رو روایت کنیم. خانم راس، راوی فیلم اولیویا کولمن، شخصیتی که خیلی شناخته شده، شخصیت بریتانیایی، هنرپیشه مشهور بریتانیایی، چی شد که تونستید اون رو همراه بکنید با فیلمتون؟ خب من 30 سال مدیر کستینگ بودم در تلویزیون و سینما، بنابراین روابط خیلی خوبی با بسیاری از ایجنت ها و مدیران سینمایی و تلویزیونی داشتم، به استعدادهای زیادی دسترسی داشتم. طبیعتاً انتخاب اول ما خانم کولمن بود و خب به این آسونی نبود، برای اینکه او داشت تازه آخرین سیزن سریال، آخرین فصل سریال کراون رو به پایان برده بود و خب سر شلوغ بود، ولی خب با ما نمیخواستیم بریم سراغ چند نفر دیگه که البته رفتیم، ولی خب اونا خوشبختانه آماده اونا هم نبودن و دوباره برگشتیم به خود خانم اولیویا کولمن که تازه یک تعطیلات خانوادگیش رو به پایان رسونده بود، ولی چند روزی وقت آزاد داشت. واقعا داستان جالبی که ما موفق شدیم که روزی چند ساعت وقتش رو بگیریم، حدود 3 ساعت در یک روز موفق شدیم که با جف هماهنگ کنیم بتونیم قبل از اینکه بره سراغ سیزن بعدی کراون ازش استفاده کنیم. فکر میکنم یکی از دلایلی که باز موافقت کرد این کار بکنه اینه که این موضوع براش خیلی مهم بود، موضوع این فیلم. من هم باید اضافه کنم که در نیمه ضبط این برنامه با اولیویا یه لحظه متوقف شد و سرش رو بلند کرد و گفت
او خدای من، عجب زن فوق‌العاده این. و خب این خودش نشون میده که اون هم فهمید که چه داستان جالب و خارق‌العاده ایست. بسیار عالی، مطمئنم که خب خیلی از طرفداران اولیویا کولمن قطعا جذب این داستان خواهد شد به خاطر که اون هست توش. شما ولی به عنوان کسانی که سازندگان این فیلم هستین، چقدر فکر میکنید که ممکنه این فیلم با استقبال بینندگانش مواجه بشه؟ هر دوی شما میتونید جواب بدید. غیر از بحث روایت داستان نسرین، ما همیشه میخواستیم یک فیلمی رو بسازیم که به مردم ایران احترام میگذاره، به فرهنگ ایران احترام میگذاره. خب این من باعث افتخار من بود که در کارهای قبلیم با فرهنگ ایران آشنا بشم و خیلی احترام داشت پیدا کنم برای غنای این فرهنگ. و خب ارتباطاتی که برقرار کرده بودیم، ما ناراحت بودیم از این تصویر منفی که از ایران خب در خیلی از رسانه‌ها ترسیم میشه اغلب، و این برای ما دردناک بود که بعد همچنان ببینیم که اسلام مثلا تصویر شیطانی ازش تصویر میشه. خب نسرین خودش انقدر به فرهنگ علاقه‌منده و یک شخصیت فرهنگی است که خب خیلی آسون بود که در این زمینه باش کار کنیم، بریم به تئاترها، به کتاب فروشی‌ها، به گالری‌های هنری نگاه کنیم و اینها رو وارد این داستان بکنیم. و در نهایت ساختن این فیلم درباره نسرین، کسی که نلسون ماندلا ایران توصیف شده، خیلی برای ما جالب بود اینکه بتونیم چیزهایی رو از ایران روایت کنیم که دیگران هم بفهمند درباره ایران. باید بگم که خیلی جالبه برای یک مخاطب آمریکایی که خیلی کم میدونه از ایران، بجز چیزایی که در روزنامه‌ها میخونن که خب معمولا مسائل دولتی هست و مسائل سیاسی هست از این دولت به دولت دیگر، مخاطب آمریکایی خیلی دوست خواهند داشت این فیلم رو، برای اینکه یه چیزایی میبینن مثل مغازه اپل یا چیزایی که مردم آمریکا اطلاع ندارن که در ایران وجود داره، یا ازش تصویر یک جای خیلی دور افتاده ای دارن که خب میدونیم در آمریکا یک جامعه بزرگ ایرانی تبار زندگی میکنن، و ما فیدبک خیلی زیادی از این ایرانی تبارها دریافت کردیم که ناراحت بودن از اینکه کشورشون یک تصویر منفی همش ازش ترسیم میشه. و خب ما یک بخش از ایران رو نشون دادیم که معمولا در فیلمایی که در آمریکا اکران میشه دیده نمیشه از ایران. این خب اینا بچه‌هایی دارن که هرگز ایران رو ملاقات ازش دیدن نکردن، و اینها میگفتن این کشور منه، کشور زیباییه، و خب ما می‌خواستیم زیبایی فیزیکی ایران رو هم نشون بدیم و اون هم فوق‌العاده است، و می‌خواستیم این هم در فیلم باشه. متشکرم از هر دوی شما، مارسیا راس و جف کافمن، که شرکت کردید در برنامه ما. ممنونم. فقط یادآوری بکنم که این برنامه رو فردا میتونید ساعت 8:30 شب به وقت تهران و 9:30 شب به وقت کابل این فیلم رو میتونید در تلویزیون فارسی بی بی سی ببینید. ممنونم از اینکه با ما در این 60 دقیقه همراه بودید. شب و روزتون خوش.